سراغ همکارم میرم در برلین، احمد صمدی با ما همراه شده. احمد، مقامات آلمان هم تجمعات طرفداران حماس را لغو میکنن و هم تهدید کردن که در صورت یهودی ستیزی تابعیت آلمانی به خاطیان اهدا نمیشه. بیشتر از تو بشنویم جزئیات رو. به چندین تظاهرات از توی طرفداران و حامیان فلسطینی و غیر فلسطینی حماس درخواست شد که در شهر برلین برگزار بشه، اما مقامات شهر و اون رو رد کردن. در سایر شهرهای آلمان هم همین اتفاق افتاد و دو تا علت رو مطرح میکنن. یکی این که خب سابقهش نشون داده که شعارهای نفرت پراکنانه میدن، همچنین یهودی ستیزی میشه در این تظاهرات ها و خب اقداماتی هم انجام میدن که باعث تحریک میشه، و از طرف دیگه هم معتقدن که به خاطر مسائل امنیتی و درگیری هایی که ممکنه اتفاق بیفته این تظاهرات رو اجازه نمیدن بهش انجام بشه. اما خب از طرف دیگه هم برگزار کنندگان و هم برخی از گروه های حقوق بشری معتقدن که خب این در اینجا آزادی بیان نقض میشه، اما مقامات آلمانی معتقدن که اتفاقی که داره میفته نقض ارزش های قانون اساسی آلمان هست و خب فلسطین اسرائیل خط قرمز اونها هستش و اجازه نمیدن که چنین اتفاقی بیفته. و بر همین اساس هم اعلام شده کسانی که بخوان بیان و یهودی ستیزی بکنن، پرچم اسرائیل رو آتش بزنن، خب روند شهروندی اونها متوقف خواهد شد. البته هنوز قانون نگفته که اگر کسانی که شهروندی آلمانی داشته باشن بر اونها چه اتفاقی خواهد افتاد، خب هنوز جواب به این داده نشده. اما اتفاقی که الان داره میفته این هستش که تهدید علیه یهودیان داره در آلمان زیاد میشه. چندین گزارش هست که نشون داده پرچم اسرائیل آتش زدن. دیروز دانش آموزان دو مدرسه نتونستن به مدرسه برن به خاطر هشدارهای امنیتی که داده شد. و از طرف دیگه خیلی از یهودیان ابراز میکنن در گفتگو با رسانه ها که به خاطر اینکه نمادهای یهودی دارن، مثل گردنبندی که رو ستاره داوود هست و یا همون کلاه مخصوصی که هست به سرشون میذارن، نمیتونن به بیرون بیان و سعی میکنن که در خونه هاشون بمونن. و مسئله دیگه هم این هستش که به هر حال گفته میشه که اگر درگیری ها در اسرائیل بیشتر بشه، این امکان وجود داره که حملات با کوکتل مولوتوف و حتی تیراندازی به اماکن یهودی بیشتر بشه. و بر همین اساس هم تدابیر امنیتی اطراف محلهایی که مربوط به یهودیان هست در آلمان بیشتر شده. احمد صمدی از برلین، خیلی ممنونم که در این بخش خبری همراه من بودی.